بریم سراغ یه نکته خفن و یه سوال فوق باحال دیگه از کنکور 1400. نمودار مکان زمان بهت داده با شتاب ثابت، معلومه شتاب ثابت گودی داره، جابجایی متحرک تو بازه 0 تا 8 چند برابر مسافت طی شده شه؟ نکته خفنمون واسه این چیه؟ بارها و بارها گفتیم یکی از خفن‌ترین نکات برای اینکه جابجایی و مسافت پیدا کنیم اینه که ببریش تو نمودار سرعت زمان. نمودار سرعت زمانش رو بکش، مساحت زیر نمودار پیدا کن. بیا بریم سراغ نمودار سرعت زمانش، نگاه کن. خب آقا شیب اولیه منفیه، پس سرعت اولیه شما منفیه. تو لحظه 3 تغییر جهت داده، پس تو لحظه 3 باید سرعتت 0 بشه. گفته تا بازه زمانی 8، پس اینجا هم یه چیزی هست تحت عنوان 8. خب میگه نسبت جا به جایی به مسافت، یعنی مساحت های زیر نمودار. آقا من میخوام جا به جایی حساب کنم، این مساحت رو حساب میکنم، این مساحت هم حساب میکنم، اشکالی نداره، عددشو نداده، اینو پیدا کن. ارتفاع وی صفر ضرب در 3 تقسیم بر 2 میشه 3 تا وی صفر دوم. این یکی رو میخوای حساب کنی؟ قاعدش 5ه، ارتفاعشو نداری، تشابه مثلثا. این قاعده 5ه، این 3، این 5 سوم اینه، پس ارتفاعش هم 5 سوم اینه، پس این وی صفره، این میشه 5 سوم وی صفر. حالا مساحتش حساب کن، 5 ضرب در 5 سوم وی صفر تقسیم بر 2، درسته؟ پس 5 چک نویسم ضرب در 5 سوم وی صفر کلش تقسیم بر 2 میشه 25، دور در دور ششم میشه 25 ششم وی صفر. بفرمایید 25 ششم وی صفر. آقا اینا رو پیدا کردی، حالا برو سراغ جابجایی و مسافت. جابجایی میخوای؟ خب اینا رو باید تفریق کنی، میشه 25 ششم وی صفر منهای 3 وی صفر دوم، که اگه مخرج مشترک 6 تو بگیری 25 منهای 9 میشه 16 تا. حالا مسافت میخوای؟ خب اینا رو باید جمعشون کنی، میشه جمعشون کنیم 25 ششم وی صفر به اضافه 3 تا وی صفر دوم، دوباره مخرج مشترک 6 میگیرم 25 به اضافه 9 34 تا وی صفر. سوال گفته بود چند برابرشه، همینجا تقسیمشون کن، 6 ها میپرند، وی صفر ها میپرند، میشه 16 34. 16 34 تو گزینه ها نیست، تقسیم رو 2 کن، گزینه پیدا میشه 8 17 هم گزینه 3. متحرکی رو محور ایکس با شتاب ثابت داره حرکت میکنه، اگه سرعت اولیش مثبت باشه در جهت محور ایکس باشه